دوم شوال سالروز ارتحال مرجع فقید مرحوم آیت الله لزما سید محمد شیرازی مشهور به سلطان المعلفین فرصتی است همه برای زنده نگه داشتن یاد و آثار این مروج راستین فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السلام به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید دوم شوال سال روز ارتحال مرحوم آیت الله العظما سید محمد حسینی شیرازی مشهور به سلطان المعلفین و مرجع تقدید فقید شیعیان است. آن مرحوم در پانزده همه الاول اول 1347 قمری برابر با 1307 شمسی در نجف اشرف متولد شد. پدرش مرجع عالیقدر قدر مرحوم آیت الله العظما سید مهدی شیرازی مشهور به میرزا مهدی شیرازی و زعیم حوزه علمیه کربلا بود مرحوم سید محمد شیرازی از ابتدای نوجوانی توفیق این را داشت که لذت ارتباط عاطفی پدر و فرزندی را با فرصت یادگیری شاگردی و استاد در هم بیامیزد و در محضر تدریس پدر زانوی شاگردی بر زمین بزند و از دریای علم و فقاهت مرحوم میرزا مهدی شیرازی بهره مند شود و به همین دلیل خیلی زود به درجه اجتهاد رسید و از 18 سالگی تدریس کفایت الاصول در حوزه علمی کربلا را آغاز کرد در 25 سالگی اولین تعلیف فقهی خود را انتشار داد و در سی سالگی تدریس خارج فقر را شروع کرد و تا پایان عمر شریف خود به تدریس تعلیف و نشر معارف و فرهنگ اهل بیت علیه مسلم اشتغال داشت مجموع آثار فارسی و عربی مرحوم سید محمد شیرازی بالغ بر 1250 اثر است و به همین دلیل به سلطان المعلفین شهرت پیدا کردند ایشان در سال 1339 شمسی پس از رحلت پدر بزرگوارشان زعامت حوزه علمی کربلا را بر عهده گرفتند و در سال 1350 شمسی در پی تزجیقات حکومت بحث عراق به کویت و در سال 1358 شمسی به قوم مهاجرت نمودند. در طول سالهای اقامتشان در قم منزل ایشان محفل تدریس پر رونقی بود به ویژه درس اخلاق آن مرحوم مورد استقبال گسترده طلاب و روحانیون مقیم حوزه علمیه قوم بود آن مرجع فقید در کنار تدریس و تحقیق و تعلیف به نهادسازی و ایجاد خدمات اجتماعی و فرهنگی در اقصا نقاط عالم نیز می پرداخت. به احتمام ایشان و حمایت های مالی مقلدان و حامیان آن مرجع فقید دهها مسجد، حسینیه، مدرسه، کتابخانه، انتشارات، صندوق قرض و درمانگاه به نام اهل بیت علیه السلام در کشورهای مصر، سودان، بریتانیا، کانادا، آمریکا، هند و پاکستان و استرالیا و کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران و عراق تاسیس، راهاندازی و تجهیز شدند. همچنین ایشان ده ها حوزه علمیه را در کشورهای ایران، عراق، کویت و سوریه تاسیس کردند. در روشنبینی و نگاه روزامد و وسعت افق دید آن مرجع فقید همین بس که ایده تاسیس رسانه های مستقل شیعه و راه اندازی شبکه های و تلویزیونی مروج معارف شیعی اولین بار توسط ایشان طرح گردید آن مرحوم به شورایی بودن رهبری نظام سیاسی باور داشت زیرا این شورایی بودن را نوعی خودکنترلی و مانع های احتمالی رهبر میدانست از منظر ایشان خودکامگی حرام است و اگر فردی خودکامه بر کشوری صد میلیونی چیره شود مرتکب صد میلیون حرام شده است مرحوم آیت الله العزما سید محمد شیرازی مخالف جنگ میان دو کشور شیعه ایران و عراق بود و این اختلاف او با آیت الله خمینی موجب تزریقاتی هم برای ایشان شد که تا پایان حیاتش و حتی در زمان رهبر دوم نظام ایران هم او را آزار میداد. مرجع راهل آیت الله العظما سید محمد شیرازی در دوم شوال 1422 قمری برابر با 26 آذر ماه 1380 شمسی در شهر مقدس قوم رهلت نمودند و در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دفن شدند روحشان شاد و یادشان گرامی علی اکبری اخبار شیه